قدرتمندترین مرد ایران در زمان ناصرالدین شاه. حاج ابراهیم یزدی تو نوجوانی به پادرد مبتلا شد. بعد از اون که اطباء ورزش رو به اون توصیه کردن به کشتی رو آورد و چون اندام درشت و هیکل تنومندی داشت پشت همه پهلوانای شهر رو به خاک مالید. وقتی پهلوان جوان 20 ساله بود آوازش به تهران رسید و ناصرالدین شاه هم دستور داد اونو به پایتخت بیارن. ابراهیم تو روز عید نوروز سال 1266 قمری تو میدون ارگ تهران به حضور شاه رسید. جشنای عید نوروز برپا بود و شاه دستور داد پهلوان جوان برای نشون دادن قدرتش با پهلوان اول و دوم دربار یعنی پهلوان مراغی و شعبون سیاه کشتی بگیره. تو همون روز ابراهیم پشت هر دو پهلوانو به زمین زد و پهلوان اول پایتخت شد و بازوبند پهلوانی به بازوش بسته شد. بعد ناصرالدین شاه امر کرد از سراسر ایران پهلوانای نامی برای کشتی گرفتن به تهران بیان و در حضور اون با ابراهیم جوان مبارزه کنند. از اون روز هر از چندی مردان قدرتمند ولایت ها داوطلب کشتی می شدن و یکی پس از دیگری مغلوب می شدن. حاج ابراهیم تو همه ی عمر پشتش به خاک نرسید، اما در 50 سالگی در کشتی با پهلوان اکبر خراسانی مساوی شد و بازوبند پهلوان اولیو به اون داد. یزدی بزرگ پس از واگذاری بازوبند به دلیل علاقه شاه از اون لقب پهلوان باشی گرفت. ناصرالدین شاه تو سفر به روسیه هم پهلوان یزدیو با خودش برد و اون با کشتیگیر روس مبارزه کرد و برنده شد. بعد از اون قرار شد در دربار به کشتیگیرای جوان آموزش بده. متاسفانه در اواخر عمر حاج ابراهیم بار دیگه درد پا به سراغش اومد و تا زمان مرگش مجبور بود با عصا راه بره. اگر از این مطلب خوشتون اومد لایک کنید و حتما نظرتون رو کامنت کنید. از همراهی شما تا پایان این ویدیو سپاسگزاریم.